گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها و تبریک مجدد این سال نو ایرانی، نوروز باستانی و آغاز بهار و شکوفا شدن طبیعت، من حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو حضورتون تقدیم میکنم. مسافرتی داشتم به منطقه دیگری در ایالات متحده امریکا، در فلوریدا و واشنگتن. واشنگتن بسیار هوای سردی بود و بی سابقه، یعنی این فصل معمولا فصل شکوفه های بادام هست و زیبایی اون منطقه، ولی سرما یه مقداری به عقب انداخته این زیبایی ها رو. ولی در فلوریدا، این شهر بسیار بزرگ و زیبا و سرشار از منابع طبیعی و گل و درخت و سبزه و آب، جزایر زیبا و شادی و پایکوبی مردم. الان فصلی است که جوونا میان به فلوریدا برای تعطیلات خودشون، چند روزی که تعطیلات بهاری اسمش رو میگذارن، و سه روز و سه شب اونجا رقص و پایکوبی بود و همه چیز پر از شادی. افسوس خوردم که چرا در نقاط دیگر دنیا، نه تنها در فلوریدا که من شاهدش بودم و نه تنها در همین شهری که زندگی میکنم، بلکه در بسیاری از نقاط دنیا، فرهنگ شادی و شادمانی و رقص و پایکوبی و موزیک بر همه چیز غلبه میکنه و ما جز گریه و زاری، جز ترویج توی سر زدن و زاری و ندبه، چیز دیگه ای رو نمی بینیم. یادم هست که در گذشته ها، در زمان حکومت سابق، یواش یواش داشت این مسائل کمی کم رنگ تر می شد، بهتر می شد، هرچند که اون موقع هم در ماه های محرم و رمضان یک بار دو ماه عزاداری بود، رادیو و تلویزیون موسیقی و موزیک نداشتن و در ماه رمضان هم چند روزی این در جریان ادامه داشت و در ماه رمضان حتی رستوران ها ظهر و صبح حق نداشتن غذا سرو بکنن. و یادم هست که در تقاطع خیابان های فردوسی، اگر اشتباه نکنم فردوسی به منوچهری، یک چلو کبابی بود به اسم چلو کبابی فیروز که اونجا ضمن اینکه یه تابلوی بزرگی رو دم در زده بود که به مناسبت ایام مبارک رمضان ما از به اصطلاح سرو نهار و غذا معاف هستیم و یا در واقع معذرت میخواییم از این که نمیتونیم غذا رو سرو بکنیم یا چیزی در همین زمینه ها، در پشتی داشت که مردم از اونجا میرفتن و نهارشون رو میخوردن و خب بودن کسانی که اصلا مسلمان نبودن، بودن کسانی که خب نمیخواستن روزه بگیرن. این رژیم همه چی رو اجباری کرده، یعنی باید شما حتما نماز بخونید، شما باید حتما روزه بگیرید، شما حتما باید ورد بخونید، شما حتما باید تو سر خودتون بزنید، شما باید زاری بکنید تا اینکه این کسانی که بر مملکت ما چنگ انداختن راضی باشند و رضایت داشته باشند. و چی؟ تحت عنوان برای رضای خدا. این خدایی که نمیدونم چگونه خدایی است که همش به این گونه زندگی متوسل میشه و تجویز میکنه این گونه نحوه و راه زندگی رو که باید همش زاری و گریه و روزه و زنجیر زدن و تو سر زدن و قمه زدن و این گونه مسائل، توی گل غلطیدن و اینا بود، اون موقع هم بود، هنوز هم، این دفعه هم
این بار هم که ما میبینیم که روز به روز داره بیشتر شدت پیدا میکنه. به هر حال از موضوع اصلی برنامه امروز دور شدم. مهمان ارجمند برنامه امروز من سرکار خانم شکوه میرزادگی هستن که معرف حضور شما بینندگان این تلویزیون هستن. خانم میرزادگی سال هاست که با کارهای فرهنگی خودشون، با اقداماتی که کردن، با در واقع نقش مؤثری که در بنیانگذاری بنیاد میراث پاسارگاد داشتن و اقداماتی که شد برای جلوگیری از نفوذ، یعنی آبگیری سد سیوند که میتونست پاسارگاد رو به کلی نابود بکنه، که از در این مورد ازشون سوال خواهم کرد که چه شد اون قضیه. فعالیت‌های زیاد و پیگیری رو ما شاهد بودیم که ایشون انجام دادند و انجام میدن. سلام میکنم خدمتشون با تبریک سال نو. سلام بر شما و سلام بر بینندگان تلویزیون شما در سراسر جهان. سال نو خجسته، شاد، مبارک، هر کدومی که دوست دارید، شادی آفرین همشون، چون مربوط به شادمانی نوروز. خانم میرزادگی، من اولین سوالم رو که شاید سخت‌ترین سوالم باشه در صحبت امروزمون حضورتون مطرح میکنم. این که آیا زنده کردن و ادامه فعالیت برای شناسوندن این جشن ها میتونه یک نوع مبارزه سیاسی باشه برای سقوط جمهوری اسلامی رو شما واقعا بهش معتقدید و آیا یک چنین ایده‌ای رو داشتید وقتی که به این فعالیت های خودتون پرداختید، یا اینکه هدف هدف دیگری است؟ و اگر هدف دیگری است، این هدف چیست؟ من اول هدف خودمون رو میگم، بعد میگم که آیا میشه یک مبارزه فرهنگی رو برداشت سیاسی از اون کرد. نه، ما در کاری که انجام دادیم حدود 10 سال و نیم پیش که چند هفته دیگه میشه 11 سال، شروع کردیم برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند که تنگه بلاغی رو نجات بدیم، که محوطه تاریخی پاسارگاد رو نجات بدیم، و اینکه آرامگاه رو از رطوبت و ویرانی تدریجی نجات بدیم. در اون زمان فقط متوسل شدیم به مردم و به سازمانهایی مثل یونسکو و غیره که بالاخره خوشبختانه در بخشی نیمی از اون موفق بود. اما این مسئله سبب شد که ما متوجه بشیم که در گوشه گوشه سرزمینمون از این نوع عملیات فرهنگ ستیزانه وجود داره، و به همین دلیل پرداختیم به این که مردم رو آگاه کنیم، چون حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوا نداره هیچ وقت برای شنیدن حق و حقیقت و حرف مردم. به همین دلیل باید سعی میکردیم که مردم رو آگاه میکردیم به این که میراث فرهنگی یعنی چی. تا قبل از اون همیشه وقتی اسم فرهنگ میامد، و هنوز هم برای بسیاری از آدم هایی که فعالیت فرهنگی حتی می کنن، اینه که فرهنگ یعنی این که موسیقی ایرانی، شعر ایرانی و این مسائل، و یا حد اکثر تاریخ ایرانی، اون هم فقط به تاریخی که فقط در مدارس دبستانی و در دبستانی درس میدن، در حالی که فرهنگ یک مجموعه عظیمه، یه مجموعه وسیعه، از جمله علم و دانش هم میشه داخل فرهنگ، زبان، آیین‌ها، رسوم، همه این چیزها میره جزء فرهنگ. و مهمترین که از سال 1972 جهان و مردمان فرهنگ دوست جهان تصمیم میگیرن که میراث فرهنگی رو این گونه تعریف میکنن که میراث
تاریخی، میراث باستانی و همه بناها، بناهایی که از گذشته برای مردم مونده و ارزشی دارند، میرو جزء میراث فرهنگی و میراث طبیعی در دل اونه که رود، کوه، همه چیزهای طبیعی که نسل به نسل یک ملتی، یک سرزمینی صاحب اون شدن، و میراث غیر ملموس، غیر ملموس هم به اون اضافه شد که جشن‌ها هستن و آیین‌ها هستن، آداب و رسوم هستن و تجربیات بشری که از یاد داره میره و باید به ثبت برسه. در طول این مدت 10 سال ما تمام تلاشمون این بود که این مسئله رو به مردمان بگیم، به جوانها بگیم و بسیار مؤثر بوده. در اون چیزهایی که ما تلاش کردیم هیچ حرکت سیاسی نبوده، ولی اون چیزی که گفتم بعدم خواهم گفت اینه که متاسفانه این حکومت اسلامی که همه چیز رو سیاسی میکنه. یعنی اگر مثلا زنی بگه که من اجازه پوشیدن لباسی رو که خودم انتخاب میکنم دارم، فوری میشه سیاسی و میشه ضد جمهوری اسلامی، چون او تحمیل کرده این مسئله. همینطور هم فرهنگ ایرانی، برای اینکه فرهنگ ایرانی 99% اون برای جمهوری اسلامی چیز خوبی نیست. اونها میراث فرهنگی ما رو میگن میراث طاغوت، یعنی پس ردش میکنن. و اگر من بیستم و بگم میراث فرهنگی، میشم جز به مخالفین جمهوری اسلامی، پس از دید اونها من کار سیاسی کردم. ولی نه، کاری که ما میکنیم کار سیاسی نیست. کاری که ما میکنیم، قصد ما هرگز این نبوده که بریم حکومتی رو ساقط بکنیم، برای که ما نه اسلحه داریم، نه کودتا میتونیم بکنیم، نه آدم های سیاسی هستیم. ما آدم هایی هستیم که هر کدوم البته اعتقادات سیاسی برای خودمون داریم، ولی کار ما کار فرهنگیه که توضیحش رو دادم. اما در ارتباط با مسئله جشن ها، از اونجایی که این جشن ها جشن های شادی هست، فرهنگ ما اصولا فرهنگ شادیه، یعنی تمام پیشینه اون بر اساس شادی و نیکی و خوبی و پاکی، همه چیزهای خوب درشه. به همین دلیل ما تلاشمون اینه که مقابل فرهنگ جمهوری اسلامی بیست. میگم جمهوری اسلامی و حتی نمیگم نمیگم فرهنگ اسلامی. در فرهنگ جمهوری اسلامی بخشی از اسلام، احادیث، غیره و غیره هست، ولی ربطی میتونه لزوماً به اسلام هم نداشته باشه. ولی ما مقابل فرهنگ جمهوری اسلامی میستیم، برای اینکه به نظر ما فرهنگی عقب افتاده و فرهنگی که در تضاد با فرهنگ امروز بشریه، و جز این ما کار دیگه‌ای نمی‌کنیم. و یقین داریم که طبیعیه اون کسانی که دنبال فرهنگ ایرانی هستن نمیتونن موافق جمهوری اسلامی باشن، یعنی موافق اعمالی که جمهوری اسلامی در جهت فرهنگ کشی و فرهنگ ستیزی انجام. خیلی متشکرم. توی صحبتایی که کردین در مورد پاسارگاد و نجات پاسارگاد اشاره کردید که 50% موفق بودید. توضیح بفرمایید که اولا چه شد، داستان سد سیون به کجا رسید و چرا 50%؟ ما در واقع میخواستیم تنگه بلاغی رو نجات بدیم، یعنی آبگیری رو جلوش رو بگیریم. اگر آبگیری جلوش گرفته میشد، یعنی حکومت احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد، رحیم مشایی به عنوان رئیس میراث فرهنگیش و خامنه ای به عنوان رهبری که همه این مسائل با نظر و خاص او انجام میشه، اگر همه اینها موافقت میکردن و آبگیری انجام میشد، همطور که تمام مهندسین گفته بودند که این آبگیری تنگه رو از بین میبره و هیچ نفعی هم به حال کشاورزی نداره، متاسفانه اونها قبول نکردن. یعنی این که آبگیری سد رو انجام دادن،
ولی به خاطر فشاری که یونسکو به اونها آورد، یعنی همه از همه جهان ماها به یونسکو فشار می آوردیم، چون همطور که گفتم حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوا نداره و یونسکو به اونها فشار آورد و اونها قبول کردن که 25 متر آبگیری رو کمتر انجام بدن. این 25 متر سبب شد که آرامگاه کوروش و محوطه باستانی پاسارگاد لطمه نبینه یا لطمه بسیار کمی ببینه. ببخشید خانم، ببخشید بین صحبتتون، آیا اگر این 25 متر رو انجام میدادن، یعنی آب سطح آب میومد بالا، این آب سرایت میکرد به خود مقبره یا رطوبت حاصل از اون لطمه میزد؟ بله ببینید، به طور قطع چون هم سطح بود، بلندای سطح از اونجایی که اگر اون 25 متر میذاشتن دقیقا با ارتفاع زمینی مثل ماسه، این آب به سرعت پخش می شد روی نه تنها آرامگاه کوروش، محبته پاسارگاد که تعداد زیادی از آثار باستانی درونه، و رطوبت آرامگاه ها رو هم آزار می داد، کمان که الان همه مقدارم که آبگیری کرده بودن، بسیاری معتقدن که کپک زده بخش های از پاسارگاد و رطوبت آزارش داده، اما ویرانی به وجود نیومده. بله اگر این کارو میکردن لطمه شدیدی میخورد، همونطور که تمام مهندسین گفتن، و آرامگاه پایه هاش سست میشد. میفرمودید، میبخشید من صحبتتون رو قطع کردم. ولی متاسفانه ما تنگه بلاغی رو از دست دادیم. تنگه بلاغی رفت زیر آب. تنگه بلاغی و بخشی از راه شاهی که اون راه خیلی مهمیه که تمام کشیده میشد تا خوزستان، از فارس تا خوزستان. به هر حال این تنگه بلاغی هم کارخانه های زمان هخامنشیان در اونجا بود، خانه های کارگری در اونجا بود که حتی توش فاضلاب داشت، و اینها همه بسیار چیزهایی بود که تو دنیا نظیر نداشت و نشون میداد که مردم اون زمان چقدر مردم به نسبت زمان خودشون مردم مرفهی بودن، و کارخونه های شرابسازی رو همه رو خراب کردن در اون موقع بوده. و به هر حال تنگه بلاغی زیر آب رفت و امیدوارم بخش هایی که زیر آب رفته به خاطر اینکه آب فروکش کرد و اینها از نظر کار مهندسی هم کارشون درست بود، بخشی اون زیر خاک مونده باشه که آیندگان بتونن اون رو نجات بدن. خیلی ممنونم خانم میرزادگی. شما بررسی کردید که علت این ستیزی که این حکومت متحجر با هر گونه شادی و به خصوص با اعیاد ایرانی، با جشنهای ایرانی داره چی هست؟ علت چی هست؟ چرا این کارو میکنه؟ ببینید، جمهوری اسلامی و بخش عمده از سران اون از ابتدایی که آمدن تمام تلاششون این بود که بگن هرچی که قبل از اسلام بوده بیهوده است. ایرانی ها اینها رو گفتن، نه این که من بگم، اینها رو دقیقا افرادی مثل پوزبیرار و یه عده دیگه شبیه اون مرتب گفتن. حتی همین هفته گذشته در خبر نشریه سایت فارس، خبرگزاری فارسی، دیدم این مطلبی نوشتن که بله چیز به در خیلی چیز بدیه، برای اینکه روزی بوده که یهودی‌ها ایرانیان رو کشتن و این رو هر سال اونا جشن میگیرن و ما نباید جشن میگیریم. یعنی دروغگویی رو در حد حیرت انگیز بله زنده دارم. ببخشید صدای من هست؟ بله بفرمایید. بله، من کاری که انجام کردن اینها این بوده که اینها بگن همه اون چیزهایی که قبل از اسلام بوده بیهوده است. تخت جمشید رو که میگن اصلا زمان رضا شاه ساختن، هخامنشیان اصلا میگن وجود نداشتن، کوروش میگن اصلا وجود نداشته،
اینا همینطور سعی کردن همه چیزو حذف بکنن. طبیعیه که وقتی میخوان یه چیزو حذف بکنن نمیتونن یه قسمت رو نگه دارن یه قسمت رو رها کنن. اینها همطور که میدونین در اوایل نوروز، چهارشنبه سوری، همه اینها رو مرتب میگفتن این کار طاغوته و انجام ندید. و اگر تلاش مردمان و عشق مردمان به فرهنگ ایرانیشون نبود و تلاش فرهنگ دوستان نبود، ما الان چیزی به عنوان نوروز هم نداشتیم، کمان که خیلی چیزها رو نداریم و نمیذارن اون وجود داشته باشیم و باهاش سر جنگ دارن و خیلی طبیعی بوده. ولی چون موفق نشدن شروع کردن برخی از اینا رو اسلامیزه کردن، یعنی اینکه مثلا در زمان آقای رفسنجانی، رحیم مشایی، احمدی نژاد آمدن گفتن که یک کوروش رو شال گردن فلسطین، بله بله، گردنش رو از این کارا کردن، بله. و نوروز رو مرتب میگن که بعد این نوروز رو مثلا امام جعفر صادق اونو گفته، علی اونو گفته و قاطی کردن با بسیاری از چیزهایی که اسلامیش کنند، ولی نتونستن شکستش بدن. با چهارشنبه سوری همچنان دارن می جنگن، با سیزده به در دارن می جنگن. نوروز چون جهانی شده دیگه کاری نمیتونن بکنن. ولی شما ببینین آقای روحانی نوروز رو که ایران مادر نوروزه، مادر فرهنگ نوروزه، همه جهان هم قبول دارن این رو، در خود ایران جشن نمیگیره، بلند میشه میره یک کشور ازم تاجیکستان کجا، در اونجا در جشن اونها شرکت میکنه و در مورد نوروز حرف میزنه. یعنی این نشون میده که میخوان که نوروز رو هم بندازن بگن این مال اوناست، ماها ربطی به ما نده. این کاری بوده که کردن و ما تلاشی که داریم میکنیم اینه که این رو زنده نگه داریم در ذهن مردم، در یاد مردم، چون در کتاب‌های درسی ایران که الان وجود نداره، 35 سال گذشت، دو نسل، نسل بعدی ممکنه همه چیز رو فراموش کنه، اما خوشبختانه با تلاش فرهنگ دوستان، با تلاش مردمان، همینطور داره سینه، همطور که در 1400 سال سینه به سینه آمده، اکنون به برکت داشتن رسانه های مثل اینترنت و رسانه هایی که الان ایرانی ها در خارج از کشور دارن مثل همین رسانه شما، میشه مردم رو تازه نگه داشت، ذهنیت مردم رو، یاد مردم رو تازه نگه داشت و اجازه نداد که این چیزها فراموششون بشه. بی نهایت سپاسگزارم خانم میرزادگی. ما برای اینکه شما هم یک استراحتی بکنید، یک آبی میل بفرمایید، میریم یک قطعه موسیقی رو میشنویم با هم دیگه. این موسیقی رو معرفی میکنم حضورتون بینندگان عزیز، کاری است به نظر من بی نظیر از فرزند برومند آقای محمد نوریزاد، محمد نوریزاد مبارز، و شعر این به صورت ترانه این کاری رو که ابازر نوریزاد اجرا کرده خود محمد نوریزاد گفته، به مناسبت همین ایام نوروز توضیح داد به من توی برنامه رادیوییم که این ترانه رو موقعی که در زندان بود و به اکثر زندانیان مرخصی داده بودن و اون تک و تنها در اون زندان بود، همبندان او همه مرخصی رفته بودند و او تک و تنها در زندان بود و این شعر رو در اون هنگام سرود. کاریست بسیار زیبا، با هم گوش میدیم، برمیگردیم، من صحبتم رو با خانم میرزادگی ادامه میدم. سوالات زیادی دارم ازشون که در فرصتی که به پایان برنامه مونده باشون در میون میگذارم، از جمله خبرهای بسیار نگران کنندهی که در مورد منابع طبیعی ما، تالاب ها، دریاچه ها، رود ها، درخت ها، جنگل ها، انواع و اقسام حیوانات وحشی کمیاب و شاید بگیم نایاب در کشورمون، باشون صحبت خواهم کرد و از اطلاعاتشون برخوردار خواهیم شد. با ما باشید. ما را اگر
سر به تن، سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند، گو نخواهند. سرت سلامت، سرت سلامت. آسیب از تو دور، سرانجا بر تن ما گواراست، که تو بر وام بودن باشی، که تو بر وام بودن باشی. ما را اگر سر به تن، سر به تن نمی خواهم، گو نخواهند، گو نخواهند. سرت سلامت، سرت سلامت. پس هراس از تو دور، فریب از تو دور، دروغ از تو دور، جهل از تو دور. در مقابل فهم با تو، عشق با تو، فهم با تو، عشق با تو. آینده و آزاد ایران ما، سر به تن، سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند، گو نخواهند. سرت سلامت، سرت سلامت. خب بینندگان گرامی، به برنامه حد هفتم توجه می فرمایید. این کار، یعنی ترانه زیبایی رو که محمد نوریزاد سروده بود و فرزند برومندش عبازر نوریزاد اجرا کرد رو شنیدید. مطمئن هستم که شما هم میپسندید یا پسندیدید این اثر رو. به هر حال گفتگوی من با سرکار خانم شکوه میرزادگی ادامه پیدا میکنه. با سلام مجدد حضورشون. خانم میرزادگی، امروز خبرهای خیلی نگران کننده، یعنی طی چند روز گذشته به طور کلی، در مورد نابود شدن بیشتر منابع طبیعی ما در خبرها بود. از جمله گفته میشه که از 40 تالاب 20 تالاب داره از بین میره یا از بین رفته. مسئله دریاچه رضاییه به طور کلی الان مثل این که تمام شده تلقی میشه. یک سری وعده های توخالی و در ادامه دروغ های سران جمهوری اسلامی که ادعا کردن که دارن اقدام میکنن برای احیای اون، مثل این که به جایی نرسیده و موضوع منتفیه. طالب های دیگری رو در سراسر ایران شنیدیم که داره از بین میره. دریاچه ها، تالاب ها، رود ها، جنگل ها، حیوانات کمیاب، تمام اینها چیزایی است که تصور نمیره وقتی که از بین بره بتونه به احیا بشه. نظرتون چی هست و آیا بنیاد میراث پاسارگاد در این زمینه اقدامی کرده و یا اقداماتی رو در دست انجام داره؟ متاسفانه میراث طبیعی ایران که همطور که گفتم در کنوانسیون 1972 یونسکو جزء میراث فرهنگی بشریه و جزء حقوق
در واقع میراث مردمان ایرانه و همونطور که قرار دولت ها موظفن که از این میراث حمایت کنن، حفاظت کنن و نگذارن که اون از بین بره. در طول این 35 سال روز به روز وضعیت میراث طبیعی ما بدتر شده. آلودگی، چه آلودگی خاک که فرسایش خاک، آلودگی آب، آلودگی هوا و در کنارش هم طور که گفتی تمام تالاب‌های ما، دریاچه‌هامون، دریا شما ببینید حتی دریای خزر یا دریاچه خزر از آلودگی بخشی که مربوط به ایرانه، البته مرتب همه میندازن گردن بقیه، یکی میگه که مثلا روس ها اونو خراب کردن، اونها هم البته این کارو میکنن، ولی دولت ایران هم هیچ کاری در جهت حفظ اینها انجام نداده. بسیاری از این رودخانه ها، تالاب ها به خاطر اینکه کارخانه ها رو اجازه میدن در اطراف این رودها ساخته بشه و چیزهای آلوده شون رو رها میکنن تو این تالاب ها و رودها، سدهای بی‌رویه‌ای که ساختن که شما فکر کنین الان بیش از 10 ساله به طور مرتب همه متخصصین سدسازی، همه متخصصین میراث طبیعی همه فریاد میزنن که سدسازی در کشورهایی مثل ایران سمه، هم نتیجه نداره برای مردم، هم تالاب‌ها، رودها و آب‌های ما رو از بین میبره. شما فکر کنین ما در نگاهی بکنید به بندهایی که ما داشتیم در دوران باستان، هنوز اونها قابل استفاده هستن. یعنی بندی که مربوطه به دوران ساسانیه اگر در فلان شهرک کوچیک هست این مردم میتونن از اون استفاده کنن، ولی کشاورزان ما نمیتونن از سدهایی که جمهوری اسلامی ساخته استفاده درست ببرن. ما میدونیم که حتی توی آمریکا چند سال سدسازی رو متوقف کردن، ولی در ایران به خاطر سوء استفاده های مالی که میتونن از ساختن این سدها بکنن این سدها ادامه داره و متاسفانه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون همطور که گفتم گوش شنوایی وجود نداره. حتی قرار بود که آلمان ها کمک کنن که ارومیه رو سر و سامان بدن، ولی من شنیدم، البته مطمئن نیستم، وقتی میگم شنیدم یعنی از ایران اینجوری برای ما گزارش داده شده که نمیذارن این کار بشه. یعنی در ایران کسانی هستن که جلوی اینو میگیرن که کمکی هم نرسه، دلیلشون رو نمیدونم، ولی این وضعیت ادامه داره متاسفانه و تنها کاری که میشه کرد اینه که به مردم این آگاهی رو داده بشه، باز هم که تا اونجایی که میتونن از آلوده کردن این رودها، رودخانه ها جلوگیری بکنن، خودداری بکنن. متاسفانه هم طور که گفتم تو مدارس ایران به اینها درس داده نمیشه. بارها شده که یه عده میگن تقصیر مردم ایران بلد نیستن که کاری بکنن، بلد نیستن میراث فرهنگیشون نگه دارن، بلد نیستن رودها رو تمیز نگه دارن. و من همیشه گفتم که آیا کسی به اونها آموزش داده که از اونها بخواد؟ مردمان همیشه چیزهایی رو که یاد میگیرن پس میدن و انجام میدن، نه چیزهایی رو که بلد نیستن. و این وظیفه رسانه ها رو زیاد میکنه، به خصوص رسانه هایی که بیرون از ایران هستن و اجازه دارن و کسی جلوشون رو نمیگیره از این که به مردم این آموزش و آگاهی رو بدن. بی‌نهایت ممنونم خانم میرزادگی. در مورد این سدها فرمودید آقای رفسنجانی به عنوان اون لقبی رو که برای خودش تراشیده بود به عنوان سردار سازندگی، یکی از افتخاراتش ساختن هزاران سد، یا حالا تعدادش رو نمیدونم،
سدهای خاکی و غیره بود در سراسر ایران. و همونطور که اشاره کردید، مسئله این سدها مسئله چاهای عمیقی رو که زدن در کنار جاهایی که میتونست مشروب بکنه این رودخانه ها رو و این تالاب ها رو، تمام این آب ها داره منحرف میشه مسیرش و به طور کلی اکوسیستم ایران در واقع دچار یک تشتت و بی‌نظمی و هجوم قرار گرفته که ما امروز میبینیم که چه لطمه هایی به منابع طبیعی ما وارد آمده و هنوز خیلی زوده که لطمه هایی رو که این اقدامات نابخردانه وارد آورده ما شاهد یا توقفش باشیم یا اینکه بهبودش. خیلی نتایج این اعمال بیرویه سالیان سال طول میکشه تا معلوم بشه و چنگ و دندان نشون بده و متاسفانه تنها چیزی رو که این افراد به فکرش نیستن همین مسائله. چیزی که برای من باعث تعجب خانم میرزادگی عزیز، مسئله این هست که مثلا همین بنزین هایی رو که آقای احمدی نژاد ابتکار به خرج داد و از طریق تعطیل کارخانه کود شیمیایی بنزینی رو تولید کرد که تمام کارشناسان گفتند که این سم میکشه آدم ها رو، تعداد زیادی از افراد رو کشت در اثر همین به اصطلاح تخلیه گازهای سمی در هوای تهران که روزهای روز ما شاهد بودیم که مردم نمیتونستن تو خیابونها برن. این چیزای جدیدی که اصلاحات جدیدی که پیش آمده، ریزگرد، قباری که معلوم نیست که این قبارها چرا طی سالیانی که من و شما در مملکتمون بودیم همچی اسمی رو نشنیده بودیم و نه شاهد بودیم، مسائلی داره پیش میاد که واقعا معلوم نیست مملکت و اینها به چه سمت و سویی دارن میبرن. و چیزی که عرض میخواستم بکنم، معلوم نیست که آیا اینها اگر به فکر جان مردم نیستن، به فکر جان خودشون و فرزندان خودشون و خانواده خودشون هم نیستن. میدونید متاسفانه آدم ها میتونن اونایی که مرفهن در همون سرزمین جاهای خوب بشینن، اون جاهایی که هوای آلوده کمتره میتونن تو ساختمانهاشون دستگاه های فیلترینگ بذارن. خیلی از این کارها که هست و میکنن و میدونین که در ایران الان یک همچین کنه هایی در دنیا نظیر نداره ساخت کسانی که امکان داره. یعنی مردم بیچاره هستن، مردم عادی هستن که بزرگترین لطمه ها رو میبینن. باور این دیگه باور کردنی نیست. این آقای روحانی آمدن با های هوی فریاد، خانم ابتکار رو بردن، اونهایی هم که بیرون از ایران از اینا حمایت میکنن و صبح کردن یه جایزه باقی منتزیست هم به ایشون دادن که معلوم نیست ایشون چی کار کردن، چون در گذشته که کاری نکردن، الان هم که قراره که کاری بکنن، هم تو این یک سالی که آقای روحانی آمدن کاری نکردن. بارها افراد بسیار تحصیل کرده‌ای در امور محیط زیست در ایران تو خود نشریات نوشتن که چگونه میشه به سرعت ما بتونیم این فشار آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی آب رو از بین ببریم. در واقع نوشتن، حتی توضیح دادن. این خانم زحمت این رو هم خودش نداده که بیاد از این روش ها استفاده کنه. آقای حجازی، شما توی هر نشریه یلا نگاه کنین، اگر دوست داشته باشین من میتونم حتی یه سری براتون از این عکس ها رو بفرستم که نشون میده این کامیون هایی که آشغال های زباله های شهرها رو جمع میکنن میبرن قشنگ میریزن تو جنگل. حالا این زباله ها زباله های بیمارستانی هم هست. من عکسایی رو داشتم اخیراً همین دو سه هفته پیش که این نشون میداد که زباله های خطرناک بیمارستان ها رو ریختن توی جنگل ها، توی کنار رودخانه ها،
مردم رفت و آمد میکنن و بیماری رو این میتونه تو اصلا هیچ جای دنیا چنین فاجعه‌ای نیست. یعنی این ساده ترین کاریه که دولت الان میتونه انجام بده، جایگاهی رو درست کنن یا جایگاهی رو در نظر بگیرن که این کامیون هایی که زباله جمع میکنن به جایی که دوباره اینو به خورد مردم بدن، این رو ببرن در یه جایی بسوزونن، همون کاری که کشورهای دیگه میکنن، حتی کشورهای خاورمیانه، حتی عجیبترین یعنی عقب مانده ترین کشورهای خاورمیانه. چرا ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ و این خانم محیط زیست چگونه به فکرش نمیرسه؟ چه کار دارن میکنن تو اون مملکت؟ و متاسفانه این وضع ادامه داره و اپوزیسیون طرفدار آقای روحانی که سکوت اختیار کرده در داخل و بیرون، اپوزیسیون که خودشونو میگن اپوزیسیون، حالا اصلاح طلب یا هرچی، چرا ساکتن؟ نمیتونن راجع به مسائل سیاسی حرف بزنن یا نمیخوان راجع به مسائل سیاسی حرف بزنن؟ راجع به محیط زیست که میتونن حرف بزنن. این چه وضعیتی که ما داریم که تا از یکی میخوام دفاع بکنیم، تا یک کسی رو دوست داریم به هر دلیلی، به دلیل حتی منافع خودمون، چشممون رو به تمام عیب‌ها و ایرادهای اون که میتونه خطرناک باشه برای مردم میبنده. آخه انسانیت هم الان فکر میکنم چیز خوبی باشه، چطور ما نمیتونیم فریاد بزنیم راجع به این مسئله؟ مردم دارن نابود میشن، آسمان و هوا، زمین و آسمان و هوا و آب و رود و همه چیز داره مردم اونجا میکشه و ما ساکتیم برای اینکه میگیم به آقای روحانی صدامون در نیاد، ایشون دارن مذاکره میکنن. این چه ربطی داره به مذاکره ایشون؟ به هر حال متاسفانه این وضعیت هست. ده ساعت دیگه راجع به این مسئله حرف بزنیم، باز هم مواردی وجود داره که باید راجع بهش گفت. به طور قطع من فکر کنم فعالیت هایی که به طور کلی در خارج از کشور، داخل کشور یه عده انجام میدن و واقعا سینه سپر کردن، از جان گذشتگی و از خود گذشتگی به خرج میدن در مقابل این حکومت دروغ و تزویر و ریا، برای اینکه اون تصویری رو که این حکومت از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خودش تحویل مردم میده و جلوی چشم اونا میگذاره، کوچکترین شباهتی به اون چیزی که واقعیت هست نداره. ولی خب به هر حال این رو باید بدونیم که این تبلیغات، این هزینه هایی که میشه به خاطر همین کارها، ارقامی رو که شما اشاره کردید بهش برای ترویج یک نوع خرافه، شما ببینید مسئله خرافه، این خودش پولوشنه، این خودش آلوده کردن محیطه، آلوده کردن اذهان مردمه. مگر غیر از این هست؟ مگر غیر از این هست که اینها با ترویج خرافه، افرادی که با عنوان پرتمطراق استاد دانشگاه و دکترا میان و نکاتی رو در رسانه های ایران، رادیو و تلویزیون مطرح میکنن که انسان حیرت میکنه، مگه ممکنه در این دور و زمونه یه همچی صحبتهایی رو کرد؟ مگه میشه در این دور و زمونه آمد ادعا کرد که اگر کسی بره توی حمام، و عذر میخوام این موضوع رو مطرح میکنم، مرتب مطرح کردم چون واقعا دردناکه، اگه بره مرتب توی حمام های مثلا عمومی یا خصوصی یا هرچی که هست و داروی نظافت رو استنشاق بکنه بوشو، اگه سرطان داشته باشه معالجه میشه. و این رو شما از دهن کسی میشنوید، از زبان کسی میشنوید که ادعا داره که درجه دکترا داره، یا این که نمیدونم درخت های کاجی رو که تازه نهالهاش رو کاشتن و در زمین گذاشتن، اینا رو برید یواشکی یه تکون بدید که این نهال خشک بشه، برای اینکه اینها درختان امریکایی هستن. بله، نخ امریکایی ها اینا رو اووردن کاشتن برای اینکه زمین ما رو خراب بکنن. شما ببینید به هر حال این خرافه ها و این گونه سمپاشی که واقعا مسموم میکنه ذهن یه عده‌ای رو،
خیلی زمان میبره تا بشه به این افراد فهموند که این چوپان دروغگو دروغ داره میگه، این دروغ داره میگه به شما و اون چیزایی که به شما نشون میده جز تصویری واهی و غیر واقعی نیست. متاسفانه این مسائل هست. خانم میرزادگی، در چند دقیقه‌ای که مونده به پایان، دو سه دقیقه مونده به پایان وقت برنامه امروز ما، بفرمایید که شما غیر از فعالیت‌هایی که در زمینه مسائل فرهنگی و میراث فرهنگی ایران می‌کنید، آیا در زمینه مسائل مربوط به بانوان و حقوق زنان در ایران هم فعالیتی می‌کنه بنیاد، یا اینکه اون رو به عهده کسانی می‌ذارید که سال هاست دارن کار میکنن و گروه هایی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن؟ ببینید، در مسائل فرهنگی همه چی وجود داره، ولی اگر منظورتون در ارتباط با حقوق زنان، بله بله، حقوق برابری زنان، بله بله، من بنیاد کاری نمیکنه در این مورد، ولی من خودم سالیان ساله، یعنی از قبل از انقلاب و تا کنون، همیشه برای در ارتباط با برابری حقوق زن و مرد تلاش کردم و در این سالهای گذشته به خصوص چه یک چند سال یک سلسله مطالبی داشتم زیر عنوان از نگاه یک زن، که مطالب مختلفی رو کوتاه می آوردم و توضیح می دادم و این کار میراث فرهنگی من رو انقدر گرفتار کرده که اون کارهای دیگر رو تحت شعاع قرار داده، چون در واقع اون کارها خیلی ها هستن که دارن در ارتباط با برابری زنان کار میکنن، ولی در ارتباط با میراث فرهنگی خیلی خیلی کم هستن که این کارو میکنن. و بله، من همچنان هم اگر مسائلی پیش بیاد در ارتباط با مسائل زنان و برابری حقوق زن و مرد مینویسم، چون ایمان دارم که در سرزمینی که به زنهای توجه داده نشه و به اونها حقوق مساوی در همه زمین ها داده نشه، اون سرزمین هرگز روی عدالت و آرامش رو نخواهد دید. خیلی متشکر هستم. میخواستم در این آخرین لحظه ای رو که در خدمتون هستم بفرمایید که برای هموطنانمون چه پیامی دارید برای حفظ محیط زیست؟ من تنها چیزی رو که فکر میکنم اینه که کسانی که آگاه هستن به مسائل محیط زیست و به مسائل میراث فرهنگی، اینها موظفن، یعنی وظیفه حقوق بشریشونه که دیگرانی رو که خبر از اینها ندارن آگاه کنن. و بیشتر از همه تقاضام اینه، پیام نه، تقاضام از رسانه‌های خارج از کشور به خصوص که این آزادی رو دارن، اینه که بخش‌های مربوط به میراث فرهنگی و میراث طبیعی خودشونو گسترش بدن و کمک کنن که این آگاه‌سازی از طریق بیرون انجام بشه. بی‌نهایت ممنونم از شما، خداحافظی میکنم. از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که امروز خیلی تلاش کرد که کیفیت برنامه ما به بالاترین حد خودش باشه. روز و روزگار به شما خوش. تا هفته آینده از همه شما گرامیان خداحافظی میکنم.